سلام بینندگان عزیز، خوش آمده به گفتمان کنونی ما. روز گذشته رئیس جمهور امریکا در بیانیه سالانه خود خطاب به ملت گفته هایی را ابراز داشت که نسبت به سالهای گذشته از جمله سال 2008 در مورد افغانستان مبارزه با هراس افغانی و هم سال ازی اشارات کمتری موجود بود که ما در این برنامه مهمانان را دعوت کردیم و روی چگونگی این گفته ها و پیامد های ازی و چگونگی اقدامات دولت افغانستان به تبع از این گفته ها سوالات های را بهشان در میان بگذاریم. مهمانان محترم ما را خدمت شما معرفی میکنم. آقای احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه. آقای دکتر میر محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت افغانستان. آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان. و شاه حسین مرتضوی، روزنامه‌نگار. مهمانان محترم، خوش آمده به جریان بحث ما. پیش از این که پرسش‌های ما رو مطرح بکنیم با مهمانان محترم، فشرده از گفته های باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را یک جا با شما می‌بینیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در کنگرین کشور سخن می‌گفت، بر همکاری‌های دراز مدت آمریکا بر افغانستان تاکید کرد. توانایی های طالبان در هم شکستند و اعضای باقی مانده شبکه القاعده در حال فرار از چنگ ایالات متحده آمریکا هستند. این ضربه تعیین کننده بر این سازمان های افراطی عمدتاً به علت رویکرد متمرکز و پایان جنگ در عراق بوده است. رئیس جمهور آمریکا پایان حضور نظامی این کشور را در عراق در پیکار با گروه های هراس افغان اثرگذار می داند. Most of Al-Qaeda's top lieutenants. اعضای شبکه القاعده از پاکستان گرفته تا یمن در حال فرار هستند، زیرا آنان می‌دانند که از دست ایالات متحده آمریکا گریختن نمی‌توانند. آقای اوباما بر ادامه روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نیز تاکید می‌ورزد و می‌گوید همزمان با آن روند بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان نیز ادامه خواهد یافت. از این جایگاه نیرومند ما پایان دادن به جنگ افغانستان را آغاز کردیم. 10,000 سرباز ما به خانه برگشتند. 23,000 دیگر آنان تا پایان تابستان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. روند انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان ادامه خواهد داشت. ما یک همکاری دراز مدت با افغانستان خواهیم داشت تا این کشور هرگز به یک منبع انجام حمله ها بر امریکا مبدل نشود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کارکردهای ارتش این کشور را ستایش انگیز می‌داند و تاکید می‌ورزد که آمریکا به حیث ابرقدرت در جهان باقی خواهد ماند. باز هم خوش آمده بینندگان عزیز. آقای رفعت، سر اجزای گفته‌های اوباما در مورد افغانستان به ویژه به جزئیات بحث خود کردیم. یک موضوع را میشه از شما بشنویم که آیا واقعا طالبان در هم شکسته شده؟ امریکا ادعایی که داره قابل پذیرش است و یا در حد تبلیغات انتخاباتی است؟ به نام خدا، با سلام بر شما و مهمانان فرزانه شما و بینندگان عزیز گفتمان. تا جای میشه با این هزار نظر آقای اوباما مبنی بر در هم شکسته شدن طالبان موافق بود با قید ایتیاد. آنجا که میشه موافق بود، شاید عمدترین دلیل هایی که ما بتانیم مطرح کنیم این هست که در طی دو سه سال اخیر، به ویژه دو سال اخیر، ولسوالی های بیشتر از کنترل کامل طالبان به در شده است. یک. دوم، سطح تهدیدهای امنیتی در بعضی از محل ها کاهش یافته است. سوم، در نتیجه عملیات های شبانه که موثرترین گونه عملیات بوده است، در هر سال بیشتر از 2,000 طالب دست کم که در میانشان تعداد زیادی از فرماندهانشان نیز بودند دستگیر شدند. و علاوه بر آن، امین که سرانجام طالبان پذیرفتند که حاضر هستند در روند گفتگوی سیاسی دفتر در قطر برایشان باز شه و با ایالات متحده آمریکا گفتگو بکنند،
چیزی که در گذشته قطعا حاضر نبودند چون این چیزی را بپذیرند، این هم خب نشانه این هست که طالبان باید یک مقدار نسبت به پیروزیشان از طریق توسل به راهکارهای نظامی مایوس شده باشه. این ها میرسانه که خب طالبان در موقعیت ضعیفتر از گذشته هستند. اما جایی که میگوین با احتیاط باید نگاه کنین به اظهار نظرهای آقای اوباما، این است که هنوز طالبان در حد ضعیف نشدن که بتانیم بگوین که افغانستان به زودی میتونه که به صلح پایدار دست پیدا بکنه. اینجا هست که یک مقدار از این اظهار نظر مصرف سیاسی داخلی در ایالات متحده آمریکا هم داره. به هر حال فراموش نکنه که آقای اوباما در آغاز ورود به کاخ سفید استراتژیش بالاخره این شد که بر شمار نیروهای نظامی در افغانستان افزوده بشه و این میتونه موثر باشه. حالا باید یک پاسخ در برابر این استراتژی داشته باشه و آن این که بله، اگر ما 30,000 سرباز وارد افغانستان کردیم، به دستاوردهای نائل شدیم و حالا به مرحله رسیدیم که ای توان داریم که امان گونه که وعده داده بود به تدریج سربازانش از افغانستان خارج کنه و به هر حال دستاویزش هم این است که امسال یک تعداد از افغانستان خارج شده است و در سال میلادی که به هر حال ما در آغازش هستیم قرار است یک تعداد چشمگیری از افغانستان سربازاش خارج بشه. به هر حال آقای اوباما در آستانه انتخابات بعد صحبت از موفقیت در افغانستان داشته باشه که این موفقیت یک مقدارش بزرگنمایی شده ولی یک مقدارش مبتنی بر واقعیت است. در کل جایگاه افغانستان در این گفتار که در حدود یک ساعت کمتر یا بیشتر زمان گیر بود، با تناسب سالهای گذشته به ویژه در آستانه انتخابات چگونه بود؟ آیا کمی کاستی از لحاظ گفتار و از لحاظ ماهیت گفتار وجود داشت نسبت به سالهای قبلی یا نه؟ کماکان مثل همیشه در مورد افغانستان صحبت کرد آقای اوباما. خب آقای اوباما دو نکته مهم مطرح کرد. وقتی قضیه افغانستان مطرح میشه، قضیه عراق هم مطرح میشه. خارج شدن کامل از عراق یک دستاورد کامل. در مورد افغانستان چیزی که جالب توجه است این است، در عین حالی که ایالات متحده آمریکا دروازه گفتگوها رو با طالبان باز کرده است، با صراحت میگوید که طالبان شکست‌های جدی را متحمل شدن. این هم یک مقدار میرسونه که اگر اینها مطمئن نباشند که یک مقدار طالبان یک مقدار شکست خوردن، در چنین یک وضعی از لحاظ دیپلماسی خیلی شاید ایجاب نمیکرد، به جایی که تشویق کنه که طالبان خب حاضر شدن به روند گفتگو به پیوندن، در واقع ایالات متحده آمریکا میخواد بگه که نه، یک مقدار ما برای اینا فشار وارد کردیم بر اثر زور. اما در این جلسه سالیانه که در کنگره به صورت معمول داره رئیس جمهور، چون موضوع زیادی است که باید مطرح کنه، سم تر سخن در مورد افغانستان شاید بیشتر از این ایجاب نمیکرد، ولی دو نکته مهم بود. یکی صحبت از شکست طالبان، یکی صحبت از ادامه همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان و حتی تا اینجا پیش رفت که گفت ما پیمان استراتژیک با افغانستان قرار است داشته باشه. این خب میتونه با اهمیت باشه. فراموش نکنید در مورد پیمان استراتژیک با افغانستان تا حالا از نشانی آقای اوباما اظهار نظر سری نشده بود. حتی بعضی از مقامات ایالات متحده آمریکا هم گاهی میگفتن یک پیمان داریم، گاهی میگفتن خب در این مورد هنوز چیزی رو ما عنوان نکردیم. اما امروز آقای اوباما سرانجام مطرح کرد که پیمان استراتژیکی در راه است. تشکر. آقای مرتضوی، همکاری در درازمدت یا به قول آقای رفعت پیمان استراتژیکی که قرار بود ایالات متحده آمریکا با افغانستان عقد بکنه یا امضا بکنه، به تعویق افتاد یا به هر شکلی که بود پیش شرطایی که دولت افغانستان ارائه کرد قابل قبول واقع نشد یا بالای زو بحث است، چه فکر میکنید با توجه به وضعیت موجود که فرود و فرازهایی در روابط میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان گفته میشه وجود داره، آیا در کوتاه مدت دسترسی به این پیمان امکان پذیر است؟ دولت افغانستان ظرف جذبی مسئله را داره؟
به نام خدا، با سلام و احترام به بینندگان محترم تلویزیون، به نظر ما که حکومت افغانستان در راستای زمینه سازی برای امضای پیمان استراتژیک با کشورهای غربی به خصوص اروپا از دیروز کارش آغاز کرده، سفرهای کرده به ترکمنستان و بعد به فرانسه و چند کشور دیگه اروپایی در راستای همین برنامه صورت میگیره و تلاش ها هم از طریق وزارت خارجه و هم از طریق آقای اسپنتا برای که بتوانن بر روی مواد پیمان استراتژیک به توافق برسن. اما فکر میکنم که تا چیزی که بر رسانه ها رسیده ادامه داره و قرار است که در اخیر همین ماه جنوری این بحث ها جدی تر شود. پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یا با فرانسه و بریتانیا؟ با آمریکا. بر اساس گفته هایی که قبلا آقای جاوید لودین و سخنگوی وزارت خارجه داشت. اما چیزی که در آغاز شما سوال کردین در رابطه با صحبت های آقای اوباما، ما میخوایم که یک دو نکته اشاره کنیم اگر فرصت باشد. به نظر ما که صحبت های آقای اوباما در کل در مورد افغانستان و طالبان حداقل دو پیام متفاوت را از جانب آمریکا در رابطه با افغانستان و طالبان ارائه کردن. ما یک ماه قبل شاهد صحبت های آقای جو بایدن بودیم در رابطه با طالبان که با یک سیاست کاملا نرم رسما اعلان کردند که طالبان هیچ دشمنی با آمریکا نداره، در حال که آقای اوباما روز گذشته بسیار با یک لحن کاملا تون در برابر طالبان صحبت کرد. صحبت هایی که سفیر آمریکا دیروز در مرکز رسانه ها با رسانه های افغانستان داشت، این پیام به نظر ما منتقل میکنه که مذاکرات طالبان و ایالات متحده آمریکا به یک نتیجه نرسیده و به شکست مواجه شده و شرایط بسیار سخت سوی آمریکا بالای طالبان وضع شده که این سه شرط از جمله پذیرش قانون اساسی افغانستان، جدایی از القاعده و از جمله شرط جدید را که سفیر آمریکا دیروز مطرح میکنه که طالبان باید رسما بر علیه تروریستا اعلامیه بدن و رسما محکوم کنه، اینا شرایط جدیده. ما فکر میکنیم که نشان از بنبست در مذاکرات آمریکا و طالبان هست و ای که سفیر آمریکا مطرح کرد روز گذشته که مذاکرات دوباره به محوریت افغانها باید صورت بگیره، نشان از است که کاری را که آمریکایی‌ها می‌خواستند با ابتکار خود و با محوریت خود به پیش ببرند دور مذاکره از دید شما نتیجه ندادند. نتیجه ندادند و دوباره می‌خوان که این کار را با محوریت خود افغان‌ها شروع کند. ارائه محوریت افغان‌ها چه فکر می‌کنی؟ آیا یک تصمیم جدی است و یا به خاطر کاهش تنش میان افغانستان و آمریکا این طرح مطرح شد؟ خب شما در جریان بودین که طالبان عملا حکومت افغانستان را به حاشیه راند، یعنی چیزی را که آقای اوباما میگه با چیزی که آمریکایی‌ها در عمل انجام میده کاملا در تضاد است. آقای اوباما میگه که طالبان عملا در هم شکسته، ولی در حالی که ایالات متحده آمریکا با آمریکا رسما مذاکره میکنه و شرایطی را که طالبان مطرح میکنه در بسیار موارد برای آمریکایی‌ها قابل قبول هست. به نظر ما که این طالبان هستند که شرایط بسیار سخت را بالای آمریکایی‌ها تحمیل میکنند، جمله آزادی 6 تن از فرماندهانشان و تا حدودی هم آمریکا برای کار اعلام آمادگی نشان میده در واقع. و گذشته از اینکه در اعلامیه‌ای که در طالبان صادر کردن عملا حکومتی که همکار ایالات متحده آمریکا هست و مورد حمایتش است به عنوان حکومت دست نشانده اعلام میکنه و از پذیرش قانون اساسی افغانستان هم اونا در اعلامیهشون خودداری میکنه. این مجموعه نشان میده که طالبان هنوز در مذاکرات در نقش تعیین کننده و بالای قرار داره و همین که آمریکا با اینا گفتگو میشه، ما فکر میکنم نشان از موقف بالای اینا در دولت افغانستان است. تشکر. آقای فرهنگ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صراحت گفت که اکثر سران القاعده شکست خوردند، طالبان هم از قدرت گرفتن بیشتر باز ماندند. آیا بعد از مرگ اسامه ماشین جنگی طالبان، ماشین جنگی القاعده در هم شکست و یا به نقاط دیگه سرازیر شدن، از جمله پایگاه جدیدی که در مرز بین سوریه و لبنان اینو ایجاد کردند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و تمام بینندگان تلو نیوز،
من فکر میکنم که کشته شدن اسامه بن لادن یک ضربه بسیار کلان بود برای طالبا، اما به هیچ وجه معنای زیر نمیده که سیستم طالبا یعنی با کشته شدن از او از بین رفته. در این شکل نیست که در بین طالبا درز افتاده، گروپ های مختلف شدن، یک تعداد میخواین که با از این حالت بیرون براین و یک بیرون رای بیرون رفته در جوش هستن و اونام زیادتر علاقه به این نشان میتن که با ایالات متحده امریکا با حکومت افغانستان مذاکراتی انجام بتن تا این موضوع به شکل از اشکال حل شد و اونا هم در قدرت شریک شوند. اینا شاید گروپ طالبای باشند که امو مثل که من میشه میگم هویت افغانی خود را حفظ کردن و میخواین که در طور مرحله بعد از 10 سال جنگ و کشت و خون به یک شکلی از اشکال پس بیاین و زندگی عادی خود در پیکر وطن اصلی خود داخل شوند با دیگرها. اما در پالی از او گروپ های دیگه هم هستند که اونا استراتژی های دیگه دارن ولو که افغانستان، اما دستنگر و پابند به دیگه کساسن. امروز شاید شما شنیده باشین که مثلا شبکه حقانی اعلان کرد که اونا یک استراتژی نو مبارزه علیه امریکایا و غرب و بیگانگان در افغانستان و عراق 80 صفحه یا همقدر ترتیب کردن و اعلان میکنن که ما چطور همین جنگ خود ادامه میدیم. نامه کلشان بود از این فامیل خود حقانی بچه هایش و اینا که ما ادامه میدیم. پس نگشان میده که ولی که اونا خود طالبان نمیگن، اما در می زیر یک مخرج مشترک میاد که کلشان بر علیه افغانستان و حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در افغانستان میخواین که مبارزه کنن و این هم وجه مشترکشان است. این حال در اطور یک حالتی که آمده حکومت امریکا اعلان میکنه که طالبا از بین رفتن، القاعده از بین رفته و این ضربه را دیده. در اینجا ما باید محتاط باشیم. ما و طالبا در مقابلش میگه که ما امریکا را در حقیقت وادار به ایستادیم که امرای ما مذاکره کنه. این همو حالت است که در وقتی که مذاکره پیشی باشه طرفین هر کس کوشش میکنه که موقف خود پیش از او بسیار قوی نشان بده که باز در وقت مذاکره باز بتانند که یک فاصله داشته باشند که آهسته آهسته به طرف یک کامپرومایز نزدیک شوند. فعلا من فکر میکنم که در متر یک حالت شاید قرار داشته باشد. اما ای که یک نقطه بسیار کوتاه دیگر میگفتم، اما ای که طالبا ضعیف شدند و تا یک اندازه امو قوت اصلی خود را هم از نقطه نظری که بینشان شقاق افتاده و هم از نقطه نظری از این که در داخل پاکستان قوت خود طالبان خودشان ندارن، میگیرن از پاکستان از ایسای و اینا. در داخل حکومت پاکستان و در دولت پاکستان بین ایسای و حکومت پاکستان اینا کشیدگی ها پیدا شده، اونا از اون ناحیه هم شاید احساس خطر ازیره بکنن که اگر در پاکستان یک بی‌ثباتی سیاسی کلان آمد، کودتا خونج امکان نداره به اون شکل یک بی‌ثباتی آمد، شاید ما به کلی در میدان باریم. از او خاطر در تلاش از یام می باشند که خود یک اندازه نزدیک بسازند که یک راه حل پیدا کنند. اگر در کل امریکایی ها بنابر هر دلیلی که باشه به سرعت ترک بکنند، قبل از 2014 یا در آغاز 2014 نیروهای نظامیش افغانستان را ترک بکنه و وضعیت به می حالتی که فعلا موجود است ادامه پیدا بکنه، این خروج آبرومندانه بر امریکا خواهد بود؟ ببینید امریکایی ها میگن این گپه، ما باید به نظر داشته باشیم که در سال جاری انتخابات از ایالات متحده امریکا و باراک اوباما 4 سال قبل که آمد به می ترتیب وعده داد به مردم امریکا که من در ظرف 4 سال این موضوع رو به اندازه زیاد یک طرفه بسازم. حالا وقت انتخابات است، گپ ها زیاد زده میشه، اما در عین زمان در بیانیه خود ایره هم گفت که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که افغانستان پس به حالت بیایه که از او خطر برای ایالات متحده ای امریکا مخصوصا بس ایجاد شوه و افغانستان به اوتر حالت ما ابدا نمیمونیم پس برگرده. این مانایش چیز؟ مانایش همیست که یعنی ما نمیمونیم که تروریست ها پس در افغانستان بیان قدرت بگیرن و همه چیز افغانستان از بین بره و اینا پس یک مرکز حمله بر بالای تمام دنیا و مخصوصا ایالات متحده ای امریکا شوه. از او خاطر است که از نگاه تکتیکی و مبارزات پارلمانی شاید گپ زده شود، اما نقطه عملی من شخصا به این عقیده استم که طور عیار خود ساختن یا طور تناسبات قوا در افغانستان برابر خود ساختن که به این پیمانه قوای خود در افغانستان نمیمانند، یک کاهش میدن، اما یک قوی را که او در مواقع بسیار اضطراری بتانه که در افغانستان قاطعانه حرکت کنه و نمانه که افغانستان به طرف
همون چیزی گناه میگن که مثل سابقه رو به دامان تروریست ها بفته، او را به هر تطبیق باشه در خود افغانستان و شاید در ماحول افغانستان که زود بتانه خود به اینجا برسونه نگاه کنه. در کل حکومت افغانستان توان جایگزینی را از این ناحیت داره که در صورت حداقل شدن قوتهای نظامی خارجی جایگزین بسازه، چی از لحاظ رابطه با مردم، چی از لحاظ قوت. من فکر نمی کنم که امیال نداریم تا سه سال دیگه، ما هنوز پیشگویی بسیار مشکل است، مربوط به ایست که تا کنام اندازه ای آموزش شدیدتر و سریعتر و خوبتر میشه، کیفیتش بسیار بلند برده میشه و مخصوصا تجهیزات چطور میشه. ما مثلا یک نقطهش میگه، همین یکی از چیزهایی که امریکایی‌ها رو بسیار موفق ساخته غیر از عملیات شبانه و دیگه و دیگه، مسئله تیاره‌های بی پیلوت است که حمله میکنند و بسیار به مهدف عناصر دشمن از بین میبرند که تلفات هم نگوی زیادتر بوده. وقتی که این از بین بره نباشه، ما افغان‌ها خود توانایی رو نداریم که او رو جانش جاگزین بسازیم توسط یک تکتیک دیگه، این اصلا ما نداریم. از او خاطر باید است که در این مسائل بسیار دولت افغانستان هم محتاط باشه و بسیار احساساتی نه، بلکه بسیار با تعقل و تفکر پیش بره. تشکر آقای سجادی. آنچه که اوباما گفت و آنچه که دولت افغانستان دار انجام میده، تناسب بین این دو شما میبینه یا مسیر مختلف جریان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت همکارا و دوستا و بینندگان محترم برنامه. اجازه بدید من یک نگاه کلی نسبت به گفته های اوباما در آغاز قبل از اینکه جواب شما رو بگم داشته باشم. ما افغان ها معمولا چون درگیر هستیم با مسائل امنیتی و بحث های طالبان و القاعده، عمدتا تلاش میکنیم که سخنان آقای اوباما رو از منظر افغانستان تحلیل بکنیم. اما بخش افغانستانش مورد بحث شما. ببینید، من میخوام عرض بکنم که گفته های آقای اوباما بیش از هر چیز ناظر به منافع ملی ایالات متحده آمریکاست و بیش از این که آقای اوباما تلاش بکنه که برنامه ارائه کنه برای در واقع ملت آمریکا، تلاش میکنه که با نگاه کارکردی از کارکردها و دستاوردهای خود سخن بگه. یکی از دستاوردها طبعا مربوط میشه به بحث افغانستان. در من فکر میکنم سه نقطه بسیار اساسی، سه ذیل گفته های آقای اوباما رو تشکیل میده که هر سه برمیگرده به منافع کلان ایالات متحده آمریکا در سطح جهانی و در داخل ایالات متحده آمریکا. یک بادش برمیگرده به مباحث اقتصادی و توسعه اقتصادی که از سخن از عدالت اقتصادی مطرح میشه. یک بادش برمیگرده به بحث امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و مبارزه با تهدیداتی که میتونه برای ایالات متحده آمریکا تهدید ساز باشه. و بعد سوم هم برمیگرده در واقع به رهبری جهان که آمریکا میخواهد در جایگاه رهبری جهان قرار بگیره. ببینید، در بعد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، آقای اوباما تلاش میکنه به مردم آمریکا این مسئله رو القا بکنه که نگرانی های امنیتی که چند سه سال پیش حداقل قبل از آقای اوباما وجود داشته، امروزه کاهش پیدا کرده و ضریب امنیتی مردم آمریکا بالا رفته. یکی از نمودهای او بحث در هم کوبیدن القاعده است. طالبان زیر مجموعه القاعده و بخشی از تهدیدات امنیتی است که از مسیر القاعده تهدید برای ایالات متحده آمریکا حساب میشه. برای مردم آمریکا و افکار عمومی ایالات متحده آمریکا، من باور ندارم که طالبان به عنوان عاملی تهدید کننده امنیت ملی اونها باشه. لذاست که چندین بار تکرار میشه از اصطلاح به نام القاعده در بحث امنیت ملی ایالات متحده آمریکا. در مورد خاص افغانستان، شما دقت میکنید که آقای اوباما در پالوی ای که میگه طالبا او قدرت قبلی را از دست داده، یکی از چیزایی را که تلاش میکنه برای مردم آمریکا به عنوان یک دستاورد ارائه بکنه، بیش از ای که بهبودی وضعیت افغانستان باشه از نظر امنیتی، بازگشت اساکیر آمریکایی به کشور خودشان است. لذا میگه که ما قرار است این رو به عنوان دستاورد مطرح میکنه که قرار است مثلا 10,000 اساکیر ما از افغانستان خارج شده، قرار است تعداد دیگه ای هم در سال جدید خارج شود، در تابستان سال جدید. ببینید، اینا همه نشان میده که بحث نگرانی جدی برای آقای اوباما که برای مردم آمریکا
آمریکا او را شریک بسازه این نیست که امنیت در افغانستان تا چی اندازه افزایش پیدا میکنه، بلکه نگرانی اساسی است که به هر حال اعتراضات که متوجه آقای اوباما است، یعنی بودن سربازان آمریکا یا در افغانستان، به هر حال بحث موجودیت القاعده به عنوان عامل اصلی انفجار حادثه 11 سپتامبر، اینا هستند که طالب به عنوان زیر مجموعه تهدید اصلی به نام القاعده در صحبت های آقای اوباما مطرح میشه. در کل حکومت افغانستان با توجه به همین گفته های کنا گفتند فرزند نگرانی های وجود داره بعد از خروج، اگر این خروج رو دنگام شوه و دولت یا به ویژه حکومت نتانه کار از پیش ببره، چگونه خود عیار بسازه در این راستا؟ خب من فکر میکنم که دو مسئله رو ما باید از همینجا تفکیک کنیم. یک، بحثی که در افغانستان به عنوان خروج قوت‌های خارجی از افغانستان مطرح میشه با آنچه که مد نظر مقامات آمریکایی است تفاوت داره متاسفانه. همچنین که بحث پروسه انتقال امنیت، این تفاوت ما درش مشاهده میکنیم، یعنی هنوز دقیق روشن نیست مفهوم ای که پروسه انتقال امنیت به چی ماناست. ببینید شما وقتی با مسئولین پروسه انتقال امنیت واردی صحبت میشید، اینا میگه این پروسه اصلا به این معنا نیست که قوت‌های خارجی از تمام مناطق ناامن کشور خارج میشه و امنیت یا ایجاد امنیت واگذار میشه به مسئولین امنیتی یا سربازان و پلیس افغانستان، بلکه سخن ایست که سخن همه اینا که بالاخره از یک نقطه باید شروع شوه و این نیروهای افغانی که در حالت رکود و سکون قرار داره اینا به یک وضعیت تحرک و داشته شوه. بنابراین من تحلیلم شخصا این نیست که بحث خروج ایالات متحده، سربازان ایالات متحده آمریکا و ناتو در کوتاه مدت حتی تا 2014 به صورت جدی مطرح باشه. بخشی از اینها تحت فشار افکار عمومی خود اونها صورت میگیره، مطرح میشه، یعنی مصرف داخلی داره برای فرونشاندن اعتراضات افکار عمومی، و یک بخشش هم در واقع یک اعمال فشار است بر افغان ها و حکومت افغانستان برای اینکه اینا را هم به یک تحرک وا بداره تا اینکه در بعضی از زمینه ها حداقل بخشی از مسئولیت های امنیتی رو به دوش بگیره. رویارویی لفظیه که میان حکومت افغانستان و موجودیت قوت های خارجی از جمله آمریکایی ها در یک سال اخیر به ویژه اوج گرفت، آیا این تاثیر منفی نمیگذاره بالای افکار او کشورهایی که افکار عامه او کشورهایی که سرباز دارن در افغانستان؟ دقیقاً ما متاسفانه یعنی یکی از مشکلات جدی که پیش روی امروزه میتونه به عنوان نقطه نقد افغانها و حکومت افغانستان مطرح باشه است که ما از این فرصت و چانس طلایی نتونستیم در واقع برای ایجاد ذهنیت مساعد در افکار عمومی دنیای غرب استفاده بکنیم. امروزه هنوز هم ما مسئله پاکستان رو به صورت یک موزل با او روبرو هستیم، ولی تا هنوز هم چه سیاستمداران غربی و چه شهروندان غرب آمادگی ای را نداره که پاکستان را به بهای ایجاد امنیت در افغانستان از دست بده. بنابراین ما در عرصه دیپلماتیک و ارائه یک تصویر در واقع مثبت که در راستای منافع ملی افغانستان باشه ناتوان بودیم. به همین لحاظ طبیعی است که این مسئله ای را که شما مطرح کردید، وضعیتی که حکومت افغانستان داره و گاهی حتی انتقادهای تندی که صورت میگیره، طبعا به عنوان یک علامت سوال بسیار بزرگی را پیش افکار عمومی اونا قرار میده که با یک چنین شریکی چگونه میتوان انتظار داشت که دنیای غرب بتونه به اهداف خود در افغانستان برسه. تشکر. بینندگان عزیز، بعد از یک وقفه بحث ما ادامه داره. بازم خوش آمده بینندگان عزیز. آقای رفعت، رئیس جمهور امریکا از بهبود روابط و خوبتر ساختن روابط با پاکستان هم صحبت داشت، همزمان به دولت افغانستان باز هم خوشبین شده با ایجاد رابطه با حکومت ملکی پاکستان. چه فکر میکنی جایگاه افغانستان در منطقه به ویژه در مبارزه با تروریسم در برابر پاکستان با توجه به وضعیت این چینینی تا 2014 چگونه خواهد بود؟ سیاست های افغانستان یک مقدار متاثر از سیاست های ایالات متحده آمریکا هست. چند سال پیش پیوسته حکومت افغانستان تاکید میکرد که منبعهای اصلی تروریسم در داخل پاکستان هست و باید پاکستان در هم کوبیده بشه، که بیشتر رویارویی‌های لفظی جدی رو ما دیدیم در زمان پرویز مشرف. اما در آن زمان ایالات متحده آمریکا
در برابر پاکستان سیاست فوق العاده همراه با نرمش را داشت، علاوه بر آن کمک های اقتصادی چشمگیری هم با پاکستان داشت، تا جایی که حکومت افغانستان متوجه شد که حالا که ایالات متحده آمریکا این همه رابطه دوستانه با پاکستان دارد و ما این همه بر طبل مخاصمت با هم دیگر میکوبیم، خب تنها میمانه حکومت. بعد در زمانی که ایالات متحده آمریکا یک مدار یارویی را آغاز کرد با پاکستان، اینجا بود که حکومت افغانستان خب موقع مساعد دید انتقادهای را آغاز کرد به نشانی پاکستان، که در همین چند ماه پیشتر ما شاهد بودیم که گاگای یک مقدار صحبت های تندتر به نشانی پاکستان حکومت مطرح کرد. با این پشتگرمی که خب ایالات متحده آمریکا حالا که بر پاکستان فشار وارد میکنه، خب ما میتونیم بیشتر تاکید کنیم که خب پاکستانی ها با تروریست ها همراه هستن و انتقاده. حالا که ایالات متحده آمریکا با پاکستان به هر دلیلی که حالا اینجا مجال بحثش نیست رابطه گرمتر رو میخواه ایجاد بکنه، حکومت افغانستان نگاه میکنه که در بحث رابطیش با پاکستان باز تنها میمانه. اگر اینا بیان رویارویی با پاکستان مطرح بکنن و ایالات متحده آمریکا سیاست دوستانه رو همچنان پیش بگیره با پاکستان، خب افغانستان در یک وضع نادرست قرار میده. از این لحاظ طبیعی است وقتی که نوع رابطه میان واشنگتن و اسلام آباد تغییر میکنه، تأثیرش میتونه روی رابطه کابل اسلام آباد باشه. این تأثیر نتیجه مثبت برای مردم افغانستان خواهد داشت؟ مثبت بودنش بستگی به این داره که آیا رابطه خیلی دوستانه افغانستان با پاکستان، رابطه بدون انتقاد از پاکستان، در حالی که پاکستان همچنان به مداخله ادامه میده این به نفع افغانستان است یا نه، حکومت افغانستان باید از چنان یک دیپلماسی قوی برخوردار باشه که بتانه در محفل های سیاسی ایالات متحده آمریکا جدای از دولت تبلیغ بکنه که مشکل اصلی افغانستان چی هست، تا از آن طریق حتی رخنه کردن در کنگره ایالات متحده آمریکا با بعضی از نمایندگان سنای اینا دیدن و مسئله افغانستان زیاد مطرح کردن، که البته یکی از ماموریت ها مهم یک سفارت هم در آن کشور میتونه باشه، متاسفانه سفارت ما در این عرصه هم یک مقدار حالت انفعالی داره، بتانه ایالات متحده آمریکا را تشویق کنه که مشکل ما با پاکستان ایست و سیاست نرمش نتیجه معکوس داره. ما در بحث تبلیغ بسیار ضعیف عمل میکنیم در صحنه جهانی و در سطح ایالات متحده آمریکا. بقیدی ما باید که سفارت افغانستان در ایالات متحده آمریکا یک برنامه ریزی های هدفمند کلان و همراه با تبلیغ را در درون ایالات متحده آمریکا داشته باشه، که تا نشان بدن که خب واقعیت های رابطه پاکستان با افغانستان چی است. همیشه نمیتونه این به نفع افغانستان باشه، حالا شاید به نفع ایالات متحده آمریکا باشه، اما هر نفع ایالات متحده آمریکا در رابطیش با پاکستان به معنی این نیست که این نفع مثلا به نفع ما هم هست. تشکر آقای فرهنگ. یکی از مواردی که پاکستانی ها من حیث ابزار فشار از او استفاده میکنند، موضوع راه مواصلاتی است که تا یک سال پیش گفته میشد که پاکستانی های جرأت ندارند که راه آمریکا را هم ببندند، حالا که بستند. دولت افغانستان به ویژه حکومت میتونه با ایجاد روابط نرم لفظی یک بار دیگه حداقل بازگشایی راه مواصلاتی را طبق توافقنامه‌ای که داشتن بکنه. خب پیش از اینکه من چی کنم، یک تبصره من میکنم که همیشه گفته میشد از آغاز تا به امروز که پاکستان کلانترین مؤتلف امریکا و جامعه بین المللی برای مبارزه علیه تروریسم است، از او خاطر بسیار مراعاتش میشد، در حالی که ما به یک قید هستم که از روز اول تا به امروز نه تنها مؤتلف نبود بلکه پس احیا کننده مجدد تروریسم در منطقه و در افغانستان اینجا بود. واقعیت نیست، هنر باجگیری را یاد داشت، اما هنر را یاد داشت، میفهمید چطور بازی بتون، میفهمید چطور بازی خود پیش ببرم. به سامه های رستنده ای به این شکل نیست و ما نتایش هم دیدیم. اما وقتی که بیم سر سوال شما، پاکستان در حقیقت همون موافقات را که
در سال 2001 بعد از واقعی در سال 2002 آخرای 2001 بعد از 11 سپتامبر در شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقه صورت گرفت که چطور قوای حافظ صلح به افغانستان بیاید و رای اکمالاتی ازی کل ازی بر اساس موافقات صورت گرفت. پاکستان امروز با بسته کردن ایران در حقیقت برخلاف اون موافقات عمل میکنه، یعنی در مقابل مؤتلف خود یک موقف منفی گرفته که هم نشان میده که در موچی خود ثابت نیست. یعنی افغانستان چی کرده میتونه؟ آیا افغانستان در اینجا افغانستان برای اون چیز کرده نمیتونه؟ اونا باید از امریکا همراه از اونا صحبت کنن و کوشش کنن که به یک طریق که ایران را پس واس کنن. امریکا هم نمیتونه که اونجا از لشکر کشی کنه، عسکر بکشونه و راه را به زور باز کنه. از عرض من است که دولت افغانستان از حیث روابط متقابل در واقع ظاهرا میخواد که با پاکستانی ها رابطه را خوبتر بسازه، طوری که چند بار چنین کردن. از این خوبی رابطه لفظی حداقل استفاده را برای بازگشایی مسیر مواصلاتی بکنه. نه، این امکان پذیر نیست. پاکستانی ها میره درک کردن. شما امروز شنیدین که آقای گیلانی صدر اعظم پاکستان به وزیر خارجه پاکستان هدایت داده که هر چه زودتر به افغانستان بیاید و زمین سفر صدر اعظم مذاکرات بین افغانستان و پاکستان شروع شود. این کار میکنند. هدف پاکستانی ها از این حرکات زیادتر است که افغانستان را از امریکا جدا کنند و ایستا ایستا به طرف خود بکشانند و به کلی مخالف قرار به این میگیره، قرار میگیره به این که باز افغانستان کوشش کنه که پاکستان وادار بشه که شما راهای اکمالاتی از اونها را باز کنید. اونا میخوان که توسط جلب دوستی تصنعی افغانستان در حقیقت دیگه اهداف دارن، اما برای ازی که افغانستان مقابل امریکا قرار بتن دست به وسایل میزنن که از اون خاطر است که من میگم که حکومت افغانستان باید بسیار شدید متوجه ازی باشه. اینو ما باید بفهمیم که در طویل مدت ما بدون کمک جامعه بین المللی و ایالات متحده آمریکا در مقابل تروریسم که پاکستان رو تقویت میکنه توانایی مقابله را نداریم و نباید با او کس خود یک نزدیک بسازیم که میخواد ما را از بین ببره و با دیگرایی که میخواین که یک اندازه ما از این مخالفت برایم با اونا تمام رو جنگ کنیم. تنش‌های لفظی بالاخره به کجا میرسانه افغانستان؟ آیا در حد تکتیک است بالاخره سرنخ به دست دولت افغانستان باقی خواهد ماند و یا اکثرا به نفع مخالفین دولت افغانستان از جمله پاکستانی ها می انجامند؟ تکیه سویس که تمام تنش ها به نفع پاکستان و به نفع مخالفین حکومت افغانستان تمام میشه. شما ببینید به هر اندازه که بین افغانستان و جامعه بین المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا تنش زیاد شود، بی اعتمادی زیاد شود، کی از این بهره برداری میکنه؟ بهره برداری همون کسایی که میکنن که اهداف خاص به افغانستان دارن و نفوذ جامعه بین المللی میخواین از اینجا پس کنن. چرا اصلا ما سوال اگه تو مطرح کنیم چرا 10 سال قبل دنیا و مردم افغانستان کلگی به می نتیجه رسیدن که در افغانستان باید قوای حافظ صلح بین المللی بیایه؟ برزی بیایه که در افغانستان از خود چیز نداشت و تا امروز به اون مرحله نرسیده که بتونه از خود دفاع خودی بکنه، مستقلانه بکنه. از اون خاطر اگر در این مرحله هم ولو که یک چیز ساخته شده یک قطع میشه، باز هم این مفاد همون پروگرام طویل مدت پاکستان و القاعده و طالب اینا تمام میشه. آقای سجادی، پارلمان افغانستان چه باید بکنه؟ رئیس جمهور افغانستان اشاره داشت که در بیانیه افتتاحی سال دوم پارلمان که خطوط اساسی به شورای ملی ارسال خواهد شد، نقش پارلمان در قسمت استفاده بهتر از وضعیت موجود، یک طرف رابطه بین افغانستان و پاکستان، از طرف دیگه رابطه بین افغانستان و مؤتلف بزرگش که ایالات متحده آمریکاست، چگونه باید استفاده بهتر بکنه و نقش پارلمان در تحریک استفاده بهتر چگونه باید باشه؟ خب ببینید، در این که پارلمان میتونه نقش بسیار تاثیرگذاری را در تأمین منافع ملی افغانستان داشته باشه و در ایجاد مناسبات سیاسی مثبت در این راستا داشته باشه شک نیست، اما در یک نکته دیگه ما متاسفانه نباید تردید بکنیم و آن اینکه حکومت افغانستان همواره تلاش کرده که پارلمان افغانستان را در حاشیه برانه.
اظهارات آقای رئیس جمهور بعد از 3 سال 4 سال تقابل جدی بین پارلمان و حکومت صورت میگیره، یعنی بحث دعوا بر سر خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان. یعنی در طی یک دوره کاری در حداقل عصر آقای کرزی، پارلمان افغانستان این خواست را از حکومت داشته و هیچگاه حکومت افغانستان آمادگی ای را نداشته که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را ارائه بده. من باور دارم که هنوز هم چیزی به نام خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به صورت مدون وجود ندارد. اگر وجود می داشت، تردید وجود نداشت که ای را باید ارائه می داد در پارلمان. ما چندین بار در کمیسیون رابط بین الملل با وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان بر سر این مسئله صحبت کردیم و اونا صادقانه ای را گفتند که ما چیزی به نام خطوط اساسی سیاست خارجی به گونه مدون نداریم. نیست ای یک اصلی که راهنمود دیپلماسی افغانستان در قبال همسایگان پاکستان، ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی باشه، در حالی که افغانستان امروزه یکی از کشورهایی است که با تراکم دیپلماسی دنیا روبروست و ایجاب میکنه که یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی و فعال داشته باشه. پس نبود استراتژی در سیاست خارجی و نبود اصول در سیاست خارجی باعث میشه که در واقع دستگاه سیاسی حکومت ما، یعنی رئیس جمهور و کسایی که در اطرافی هستند، به صورت تاکتیکی و موردی و به صورت واکنشی چیزی را به نام سیاست خارجی اعلام بکنه. پیشبینیتون چی است که نزدیکی با پاکستان، باردگی که آقای فرهنگ اشاره داشت، سفر وزیر خارجه و بعدش هم صدر اعظم، و از طرف دیگر تنش میان پاکستان و امریکا که اونا مهارت دوباره خوب ساختنش هم داره، در کوتاه مدت چقدر به نفع افغانستان خواهد واقع شد؟ ببینید، من در مجموع یک اصل رو باور دارم و آن این که بعضی از چالش های اساسی در روابط دیپلماتیک افغانستان و پاکستان وجود داره که تا زمانی که اونا حل نشوه، صرفاً تعاملات تعارفی در روابط دیپلماتیک دو کشور نمیتونه زیاد تاثیرگذار باشه. یک. دو، اگر تاثیرات کوتاه مدتی هم داشته باشه، برد بیشتر رو پاکستانی ها داره و نه جانب افغانستان، به دلایل مختلف. یک، دیپلمات ها یا دستگاه دیپلماسی پاکستان به مراتب با قوت و بالندگی بیشتر از افغانستان حرکت میکنه. دو، پاکستان در از ابزارهای قوی تر در پیشبرد اهداف دیپلماسی خود برخوردار هستند. من فکر میکنم اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان و حتی بحث پروسه صلح و مذاکره با طالبان، یک بخشی از اینا رو من بازی سیاسی جدید پاکستان میدانم. بعد از کشته شدن بن لادن، پاکستان تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت، تلاش میکنه که بار دیگر این ذهنیت منفی را از افکار عمومی جامعه جهانی نسبت به خود برطرف بسازه و میخواد یک نوع، در واقع با یک بازی سیاسی جدید، میخواد حسنیت خود را برای همکاری در امر مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی نشان بده. تشکر. آقای مرتضوی، روابط میان حکومت افغانستان و امریکا، با ویژه ریاست جمهوری و امریکا، لفظاً پرتنش شده بود که بعد از آمدن سفیر جدید امریکا در افغانستان رو به بهبود شد. چه فکر میکنی با توجه به می وضعیت موجود، امکان امضا شدن پیمان استراتژیک و بهبود روابط تا کدام اندازه میسر است؟ یک مسئله را نباید فراموش کنیم که از پیمان استراتژیک هم ایالات متحده آمریکا یک منفعت کلان میبرد، چون آمریکا با پایگاه هایی که عملا در چند نقطه افغانستان ساخته، مانند بگرام، پایگاه قندهار، پایگاهی که در هلمند هست و در هرات، عملا زمینه را برای استفاده از تاسیسات نظامی افغانستان فراهم کرده و این پایگاه ها، برای نمونه پایگاه قندهار، هر سال 1 میلیارد دلار قراردادی داشته، در طی 10 سال هر سال 1 میلیارد دلار در اونجا هزینه شده و کار شده و زیرساخت های بسیار عظیمی در اونجا ساخته شده که او برای استفاده از تیارات افغانستان نیست و از ظرفیت های بالای برخوردار است که در 48 ساعت میتونه تا 200 هزار سرباز هم در اونجا جابجا کنه. یعنی شما میخواید تهدیدات علیه ایران را مطرح بکنی که این آمریکایی‌ها با این اهداف استفاده بکنی؟ من در کل میگم که آمریکایی‌ها در راستای باقی ماندن در افغانستان عملا تاسیسات ساخته. پایگاه شوراب یک پایگاه بسیار عظیم است با امکانات بسیار مهم که ما حالت یک شهرک داره و در اکسهای بسیار وسیع، که هم برای کاربرد نیروهای افغانی نیست، عملا او زیرساخت ها برای
استفاده از تیاره های بسیار مدرن است که عملا در اختیار نیروهای افغانی نیست. بنابراین هم آمریکایی‌ها علاقه‌مند است برای که یک مجوز داشته باشد که در واقع جرگه عنعنوی این زمینه را برایشان فراهم کرد و هم حکومت افغانستان با تهدیداتی که سوی همسایگان دارد و با تهدیدات داخلی که مواجه هست عملا میخواهد که در با استفاده از پیمانه های استراتژیک تا آخر جنوری خواهد شد کار طبق وعده داده بودند. خب با مشکلات میان آمریکا و حکومت آقای کرزی وجود دارد. شما میبینید که هر از گاه روابط پرتنش میشه، حلقاتی که در اطراف آقای کرزی هست در تلاش هست که در برخی موارد فضا را ضد آمریکایی کنه. شما در جریان هستن که این حلقات در مرکز رسانه ها نفوذ پیدا کرد، روابط حکومت با سفارت آمریکا و با بخش مطبوعاتی همکار حکومت آقای کرزی خراب کرد و اخیراً دوباره بهبود پیدا کرد. اخیراً سربازی که اردوی ملی که چند تن از فرانسویار به قتل رساندن، رسانه هایی که از دفتر حکومت تمویل میشه عملاً از این سرباز اردوی ملی تمجید کرد و ایر به عنوان یک غیرت افغانی به تحلیل گرفت، گفته یک غیرت افغانی هست که در برابر رفتارهای آمریکایی‌ها اقدام میکنه. در واقع حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری هست که هر از گاهی میخواهد با سیاست‌هایشان رابط آقای کرزی با غربی‌ها قابل پذیرش هست که هم سربازش کشته شد و هم یک مؤتلفش یا شریکش تایید بکنه کشته شدن سرباز آمریکایی. خب چند مشکل اساسی برای آمریکا وجود داره. اولی که واقعا برای آمریکایی‌ها چیزی را که آقای مولای ضعیف با یک از رسانه‌های خارجی گفته بود، گفته بود که آقای کرزی وقتی با ما میشینه میگه که بسیار خوب است که ما و شما متحد باشیم که آمریکای بیرون شه، وقتی با آمریکایی‌ها میشینه میگه خیلی خوب است که فشارها را بالای طالبان قوی کنیم که ناز بین بره. یعنی آقای چند پهلو بازی میکنه رئیس جمهور افغانستان با سیاست چند پهلو. در واقع آقای کرزی هم طالبان تا هنوز فریب داده هم آمریکایی‌ها را. شکر آقای رفعت، فشارتر اگر نتیجه گیری بکنیم که با توجه به وضعیت موجود امکان بازگشت القاعده و شدت طالبانی در افغانستان، فکر طالبانی وجود داره؟ در این جای شک نیست که هم برای جامعه جهانی قابل قبول نیست، هم برای مردم افغانستان که القاعده با قدرت سابقش برگرده و طالبان هم دوباره وقتی که برای هیچ کس قابل قبول نبود یک سال پیش که دفتر برای طالبان در قطر ایجاد شد، کنون شد. گشایش دفتر تا تصور این که طالبان با قدرت برگردن چیز بسیار متفاوتی هست، برای اینکه اینجا بحث کوچکی نیست. تمام اعتبار ایالات متحده آمریکا جدا و اعتبار جامعه جهانی جدا، اینا همه به خطر میفته. یک، دوم، بازگشت طالبان به معنای این هست که گروه های خشونت طلبی که در اینجا و آنجای جهان هستن و بر ضد غرب فعالیت میکنن او رو بیشتر تشویق میکنه و به اونا اطمینان میده که خب سرانجام میتونن با توسل به ابزار زور و خشونت و ترور در برابر منفعت های غرب آنها رو زمینگیر کنن. خب طبیعی است که غرب از چنین چیزی حراس داره. حالا بحث مهار کردن طالبان از طریق دادن امتیازهای سیاسی تا آنجا که مخل پیشرفتهای اصلی افغانستان نشه دور از تصور نیست، ولی بازگشت دوباره طالبان به قدرت فکر میکنه که امر محالی باشه. تشکر. آقای مرتضوی، دید شما چی است که بعد از 2014 با توجه به پیشرفت وضعیت به شکل اینچنینی، آیا نیرومند شدن فکر طالبانی و ایجاد پایگاه القاعده در سرحدات افغانستان میسر است دوباره؟ به نظر ما بستگی به این داره که واقعا منابع اصلی طالبان در پاکستان باش چگونه برخورد میشه، به خاطر که طالبا در مناطق قبایلی یک حوزه بسیار امنی برخوردار است و هر روز اونا ائتلاف تشکیل میدن، زمینه آموزش در اونجا فراهم هست، امکانات و تجهیزات فراوان داره، روابطش با دنیا از اون طریق برقرار است. اگر او منابع قطع نشه و پاکستان واقعا در راستای همکاری صادقانه با افغانستان گام برنداره، ما فکر میکنیم که مشکل طالبان و خطر طالبان همچنان باقی شد. شکر. آقای فرهنگ، با توجه به جریان مذاکره با طالبا و دست بالا پیدا کردن طالبا از لحاظ تبلیغاتی در سطح جهان که آمریکایی‌ها گویا طرف هستن با اونا، وضعیت شما چگونه می‌بینید؟ که آیا دوباره از لحاظ فکری اونا به جایگاه خود رسیدن و یا تکتیکی برای انزوا و از بین رفتنشان است؟
من فکر میکنم که مثل که آقای رفعت گفتن یک طالبا پس به اون سیستم خود بیاین و پس به افغانستان قدرت بگیرن و به موش سیستم خود حکومت کنن، این دیگه ناممکن است. تصورهای زیاد در افغانستان وجود داره با وصف کاستی ها، این در یک جامعه را پس به عقب برگرداندن بسیار مشکل است در جهان امروز. اما طالبا اگر خواسته باشند که یک نقش بازی کنند، امو بیتنی رایش برشان همیست که قسمان بیاین در دولت شریک شوند و نظریاتی که دارن بگوین. اگر ملت افغانستان رو قبول میکنه خوب، و اگر نمیکنه باید اونا هم به تابع باشند. یک جمله آخری بر شما میگم، دیشب یک نفر مصری، یک دهقان مصر در شرم الشیخ به یک تلویزیون فرانسه گفت که ما درست است که اخوانی ها رو برشان رأی دادیم که بیان قدرت بگیرن، اگر اونا بیاین به مو سیستمی که در گذشته بودن اینجا بخواین حکومت کنن، یعنی متر که اونا رو به قدرت آوردیم، به می ترتیب اونا رو از بین میبریم. تشکر. آقای سجادی، اگر تنشا میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا چنین دوام بکنه، نتیجه چی خواهد شد در کوتاه مدت؟ من اول میخوام یک چیز عرض کنم که به نوعی پاسخ به این سوال قبلی شما هست که تحولات افغانستان تابع منافع ملی کشورهای بیرونی به خصوص ایالات متحده آمریکا است. اگر اراده یا منافع ملی کشورهای غربی ایجاب بکنه، ادامه وضعیت موجود و رشد نسبی طالبان را نه به قدرت رسیدنش، من فکر میکنم که امکان رشدش وجود خواهد داشت. اما اگر نه، منافع ملی اونا ایجاب بکنه که به هر حال دیگه نمیتونه به این بازی ادامه بده، من فکر میکنم ابزارهای کافی وجود داره برای در واقع به انتعال کشاندن پاکستان چه طالبان، و بعیدم نیست که بحث مذاکره یکی از راهکارها باشه در امیر راستای که شما شرکت در راستای تضعیف طالبان و صحنه کنار زدنشون. دقیقاً، یعنی میخوایم بگیم که میخوای اینا رو در موضع انفعالی بکشانن، نه اینکه کاملا از بین ببره. در موضع انفعالی کشاندن یعنی اینکه در اختیار قرار گرفتن طالبان در چنگال دستان سیاستمداران غربی که در افغانستان سیاست میکنن. تشکر. بینندگان عزیز، سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بوده، و همچنان تشکر بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که در بحث ما تشریف آوردند.